من فکر میکنم که موضوع بحث ما خواستگاه براندازی چیه، اصلا براندازی چیه و برانداز کیه. منتها من سابجکتیو صحبت نمیکنم سر یک موضوع، چون علاوه بر تئوری این قضیه با یک کلوبال بزرگی از کار عملی دارم میام. یعنی در واقع ما الان میدونیم که براندازی واقعا چیه یا برانداز واقعا کیه. یعنی از منظر یک ایده به قضیه نگاه نمی کنم. ما اساسا وقتی از ایران از براندازی حرف می زنیم، یک متضاد این براندازی داره، دلجا از اصلاح طلبی صحبت می کنم. و این اصلاح طلبی اگه شما اصلاحات خواهی، اصلا خواهی درسته در واقع، اگه که طلب بشی بس میشه، اونو خراب می کنه، دفرمش می کنه، چون طلب ربطی پیدا می کنه به انشاءالله امر مت اطلب علم من المهد الى الله. در واقع هر چیزی با طلبه، هر چیز طلبی وقتی وارد این اتمسفر فارسی میشه، اونو راحت به گوه میکشه. تمام نامیده هایی که پسفند طلبی داره، طلب داره، در واقع اینها رو چکار میکنن؟ مثلا ما یه بحثی داریم، میگیم چگونه ایرانی ها دفرمه میکنن مفاهیم رو. مثلا فمینیزم وقتی وارد داخل ایران میشه، یه کلمه بهش میشنونن میگن فمینیست مسلمان. یعنی دو تا چیز متضاد با هم دیگه وصل میکنن، فمینیست با مسلمان، یعنی مسلمان که ضد فمینیسته، یا اسلام جزء فمینیست، نه مسلمان، یا فمینیست اسلامی، فمینیسم اسلامی دیگه میگن مردم سالاری مذهبی، مردم سالاری اسلامی. اسلام که میگه سالار خداست، این مردم سالاری دیگه چه چیزیه؟ یا روشن فکر مذهبی، مذهب مشخص، مذهب کسی، مذهب کسی که میگه ما از اینجوری اومدیم، خدا ما رو ساخته، آخرش هم میریم بهش. یعنی سوال اولی و آخری مشخصه، روشنفکر بر سازنده پرسشه، پرسشگره. اصلا روشنفکری در پرسشگری، در روشنگری خلاصه میشه. تو چطور میتونی مثلا روشنفکر باشی هم مذهبی باشی؟ مذهبی که سوال نداره، که در واقع جنگی برای سوال نداره. یعنی میخوام بگم که این توی ما یه شرایطی داریم، هر چیزی که وارد ایران میشه، وارد اون فضای مسلمانیاتی میشه یا مسلماناتی میشه، در واقع دیفور میشه، معنای خودش از دست میده، از درون خالی میشه. یکی از این چیزایی که از درون خالی میشه اصلاح طلبیه، و این اصلاح طلبی رو روبروی براندازی قرار میدن. یعنی میگن جنبش اصلاح طلبی تمام شده، براندازی آغاز شده. نه، براندازی در پایان چیزی قرار نداره. براندازی هم اثریه هم ابدیه. اثری یعنی بدون سر، بی آغاز، و ابدی یعنی بدون پایان. ما همیشه براندازی داشتیم و همیشه خواهیم داشت. یه دمیان همین براندازی رو مثلا میگن سرنگونی طلبی، یعنی سرنگونی طلبی یه اینجور بزن. در واقع شما میخواین یه چیزی رو با طلب کردن، با دعا انشاءالله میخواین دیفرمش بکنین. نه، اینطور نیست. در واقع ما خواست با طلب فرق داره. در طلب منجی هست که در آینه است، در خواستن، در خواست تو میخوای به میشه. یعنی ما میگیم فرودست کسیه که میخواد. فرودست با مستضعف فرق میکنه، فرودست با فقیر فرق میکنه. فرودست کسیه که به ایده تعقلی رسیده که حالا میخواد خواسته رو صرف بکنه. او میخواد و ترای میکنه که بشه. ما واسه همین جنبش فرودستان رو داریم در قیام، به قیام مثلا سال 97 میگیم قیام فرودستان، چون این قیام میفهمه، میگه اصلاح طلب اصولگرا دیگه، تمام ماجرا. من یکی از مدلات در قیام جنبش سبز خیلی فعال بودم. یعنی تنها شاعری که مثلا 4 تا کتاب درباره جنبش سبز نوشته، یه کتاب دارم دوربین مخفی. یعنی هر کسی که کشته میشد من درباره اش داشتم. فیسبوک من پاتوق اینا بود. اغلب ترانه‌هایی که نوشته شده بعد از اون منبعشون کتاب دوربین مخفی بوده، یا کتاب زخم باز بوده، یا کتاب ترور بوده. این 3-4 تا کتاب شعر به یک مجموعه درباره جنبش سبز، خاصگاه جنبش سبز و اساس جنبش سبز چرا باید شکست می‌خورده. باید شکست می‌خورده چون در جنبش سبز ما یک تمی داشتیم، در واقع شعار جنبش شعوره. الله اکبر شعار جمهوری اسلامیه. یعنی متوی که روی پرچم جمهوری اسلامی نوشته شده، اون شاپاتی که اون وسطه الله اکبره. 11 تا 22 تا 21 الله اکبر، پایین 21 بالا. بعد شما آمدید در پشت بام ها میگفتید الله اکبر، با الله اکبر به چنگ یک الله اکبر بزرگ رفتید. خب مشخص بود که شما بازنده هستید.
ما در تمام بشستان به هرچی شهرشتم حمله میکردن و این الله اکبر بالای پشت با ما، چون شعار ویتین شعور سیاسی شماست. از این جهت شعار مرکزی قیام کردستان در دهه 96 استاتله اصول گردیگه تموم ماجرا. این یعنی اینکه هر گرایش اسلامی به پایان رسیده، نگاه تئولوژیک تئوکرات به پایان رسیده، در واقع دیگه اتمسفیر فارسی، اتمسفیر ایرانی نگاه دگم مذهبی رو دیگه قبول نمی کنه. یعنی پایان خرافات رو ما اونجا اعلام کردیم. اما در همین جنبش براندازی که مبناش سمنتیکه، مبناش در واقع ایدمنده، یعنی اونجا ما تنها ایده رهبری میکنیم. رهبر ما دیگه فرد نبوده، رهبر ما اصلاح‌طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا بوده. یه دی پیشرفتی میکنن، یه دی این جریان فوق العاده آوانگارد رو که اساسا تمام شهرستان ها ما کسایی شعارها رو می نوشتن رو میشناختیم، شعارها رو می آوردن تو گروه ما ادیت میکردیم. 28 شعار بود که ما ادیت میکردیم، صاحب بچه تو قیامون میساختن می آوردن ما ادیت میکردیم، بهتر میکردیم و این اونجا جریان پیدا میکرد و بس پیدا کرد. چون میدید اساسا قیام براندازان مال مردم نبوده، تمام بالماسکا شروعش با صفا بوده. در واقع ما در قیام براندازان توی دیمای 96 صفا رو داریم که میخواد خامنه ای فشار بیاره برای بالا کشیدن کاسپیانسی توسط روسیه. در آپانگان هم یه قضیه دیگه ای داره. در واقع آپانگان شروع میشه با انتشار ویدیوی چینی که در بزرگ قرار بود تمام ماشینش رو ترک بکنن. یعنی واقعا یک چیز مدنی به معنای سربستانیش با فونکشن سربستانیش مدن ازش بوده. بچه های ما رفتن شعارها رو عوض کردن، شعار مرگبرگرانی جانشون رو دادن، شعار مرگبرگرانی رو کردن مرگ بر خامنه ای، مرگ بر جمهوری اسلامی. این مبنیه. مرگ بر خامنه ای هدف ما نیست، مرگ بر جمهوری اسلامی در واقع دفورمیشن اسلام سوال ماست، ایده ماست. در واقع ادازه براندازی، خیلی ها بگم براندازی همون سرنگونی طلبیه، نه، سرنگونی طلبی ادازه ایده ای اسلامیه، چون باز اون طلب داریم. در ایده براندازی ما هر چیز در واقع یک چیز کمپلیتلی لایک رو ما داریم، در واقع حضور لایشیته، اعمال لایشیته رو داریم. شما میبینید که خیلی ها میان از سکولاریزم حرف میزنن و فریبتون میدن، از سروش گرفته تا خیلی از این اصلاح طلبه، تا خیلی از کمونیست ها، خیلی از کسی که درک تئوریکی درست ندارن، یعنی درک سمنتیک جزئی ندارن و فرقهای لایسیته و فرقهای لایسیته و سکولاریزم واقف نیستن. در واقع در سکولاریزم دین فقط به عقب کشیده میشه، یا دین بروز میشه، دین مدرن میشه، یعنی نگاه با خودشون با مثل مسیحیت، مسیحیت میگه ادیان ابراهیمیه و چیزی جب مسیح اساسا از اساس میتراییه. در مسیحیت ما قبض و بست رو به اون معنای شیعی که عبدالکریم سروش از حرف میزن نداریم، چون در مبنای مسیحیت جدید وضعیت انتقادی نیچه است. نیچه به مسیحیت حمله میکنه، به اتفاقا نیچه به مسیحیت حمله نمیکنه، به اون نگاه سنتی میترائیز حمله میکنه. تو قدیم همیشه یک سنتی رو با خودش داره. از این جهت ما میترائیزم رو اگه بخوایم در باش بحث بکنیم، در میترائیزم ما در مسیحیت ادیان ابراهیم رو نداریم. ما تمام اون سیستم ها و سمگه ها و نشانه شناسی میترائیزم رو داریم. یعنی کل دنیا اگر مثلا مسیح در کار نبود، ما الان کل دنیا میترائی شده بود. و به نظر من بخش بزرگی از دنیا الان میترائی هست، چون مسیحیه. و جالب اینه که الان ما با قبول اسلام یک ایدئولوژی رومی با میترائیزم میجنگیم. یعنی تمام جنگ صلیبی جنگ بین نگاه ایرانی، یعنی جنگ بین میترائیزم که به اسم مسیحیت مد شده و این به حالا این یک ساختاری داره دیگه، چگونه مثلا کوروش روش اعمال میکنه، چگونه مثلا تورات جدید که نوشته میشه اون ده فرمان زرتشتی اصلا مسیحی نیست، اصلا ده فرمان اصلا یهودی نیست. میشه بحث بخش این بحث های تاریخ ادیان و حالا البته مقدار بعضی باش مخالفم، بعضی این تاریخ ادیان نیست، این حمله به تاریخ ادیانه. آنچه که نوشته شده، یعنی اون نگاهی که من دارم در براندازی، دارم اون تاریخ رو برمیاندارم. آنچه هیچ شما نمیشه بگم مسیحیت میتراییه، میگن از میتراییزم تعریف تاثیر گرفته. من کمپلیتلی مسیحیت میترایی میدونم، همه چیز مسیحیت رو. خب ما باید رومی میدونم، عربی نمیدونم. بله، ما وظیفه‌مون اینه که بگیم که این همه 3-4 دقیقه است.
چش چش، ولی من فقط وظیفه‌م اینه که بگم که این چیزی که شما دارید میگین نظریه نه، ولی کوچیک بگم که این نظر شخصی شما از خیلی اکثر کسایی که تاریخ ادیان رو درس میدن و this is my time. Armin. Your audience are clever. Okay? آره نه فقط من میخوام بگم دخالت بکنی به حرف اینه اون حرف اونه اوف کورس نه نه من میخوام بگم که دخالت نمیکنی بذارین من فقط میخوام بگم که دخالت میکردی این علی عبدالرضایی وقتی حرف میزنه یعنی فقط یه نفر داره حرف میزنه من نمایندگی خودمم چش تو باید تولرانس داشته باشی ظرفیت که دعوت میکنی حرف خودشو بزنه اگه قرار من 10 دقیقه حرف بزنم حرف خودم میزنم درسته. ببخشید آقای ببخش آقای موتی عزیز. آرمین جان اجازه بدین صحبت نورمان تموم بشه. چش اونو چش نه یک جای اوکی من نه نه برنامه هفته گذشته ما دیدیم ما معمولا وسط حرف مهمون میپریم ولی شما دوست ندارین نمیپریم. من فقط خواستم توضیح بدم که اگه نمیپرید نه شما من مقدمه رو دارم میگم حالا دیگه تمومش کنیم. باش نه من فقط کوچیک میگم که ما اگه ما دخالت نمیکنیم معنیش نیست که ما داریم میگیم که این همه حرف درسته. من فقط اینو بگم که اگه من دیگه ساکت میشم شما حرفتون رو بزنید. فقط خواستم به همه بگم این معنیش نیست که ما میگیم این حرف درسته ولی شما بفهمید دیگه دخالت نمیکنم. اساساً کار من غلط خانیه. هر چیزی که به شما رسیده غلطه. هر چیزی نقطه قرآن غلطه. این ایدای من، یعنی من میگم این تاریخی که شما الان از قاجار دارید عزیز من در دهه 70 چه سالیه؟ سال 76 پاریسرینو منتشر میشه ولی نطفه در 73 یک الان سرچ بکنید سخنرانی علی عبدالرضایی سال 73 اون سخنرانی جهت ادبیات فارسی عوض کرده. الان جمهوری اسلامی شما دهه 70 میزنید از همه حرف علی عبدالرضایی. یعنی 3 سال پیش اگه سرچ بکنید فارسی نوشته علی عبدالرضایی 140 صفحه گوگل داشته الان 5 صفحه گوگل فارسی داره. چرا؟ چون اسلام کثیفه. چون اسلامیستا همه چیز رو حذف میکنن، همه چیز رو سانسور میکنن، هیچی از گذشته باقی نمیذارن. تمام دعوای ما اینه، تمام دعوای ما علیه سانسوره. آف کورس که وقتی من حرف میزنم با یک حوزه انتقادی طرفی چرت گو مسلمون نیست که یارو بگه کافرم بعد همش از علامه مقدسی حرف میزنه و تاریخ علامه میگه این کتاب این نظر علامه مقدسی در این جمله اینو گفته این غلطه چون اونجا قرآن اینو گفته. کل قرآن علامه مقدسی و هر ملای چرته به خاطری که من دارم میبینم در تاریخ نزدیک اینا تاریخ جمهوری انقلاب سال 57 هم دفرمه کردن، تاریخ انقلاب سفید هم دفرمه کردن، همه چیز رو دفرمه. همین تلویزیون منوتو تی وی در طی همین دو سه سال کل تاریخ معمولی پهلوی رو دفرمه میکنه. یعنی شما ایرانی ها رو میبینید با یک سلاحی که مدام در حال دفرمیشن هم، یعنی چیکار میکنن با هست. واسه همین خیلی فکر میکنن مثلا موتا دیگه، نه صدا هست میشه. اما شما میبینید که تنها جنبانی که در خیارها شادیوشی میکنه عملیات میکنه همین بچه ها هستن، اما اینا هست میشن در تلویزیون هایی که الان تو برون اومده هست از همه سوالا حرف زده میشن. چطور گاو میان اونجا که از حداقل تعداد در خودار نیستن، در میدان حضور ندارن، تاثیر تئوریک ندارن، به درباره ما حرف میزنن. خیلی احمقانه است. این همه تلویزیون فارسی زبان مدام دارن از براندازی میگن ولی هیچ براندازی در تلویزیون نیست. من براندازا رو میشناسم، من میدونم اینا چگونه نظر سازی میشه، چگونه شعار نویسی میکنن، چگونه پایگاه بچه‌ها آتش میزنن. اساسا برانداز یعنی چی؟ که اپلرزه. برانداز یعنی واژگون کننده. یعنی شما معنای دقیق برانداز رو نگاه بکنید. من شروع کردم با یک متضادش، گفتم اصلاح طلبیه، اما واقعیت اینه که برانداز ها خود کلمه برانداز ظاهرش اینه که براندازنده است، یعنی واژگون کننده است. چی رو واژگون میکنه؟ یک ساختاری که وجود داره رو. ساختاری که وجود داره چیه؟ جمهوری اسلامیه. این ساختار سیاسیه، یعنی بر مبنای یک جور تئولوژی هست. پس فقط هدف برانداختن جمهوری اسلامی اون دستگاه نیست، هدف برانداختن اون تئولوژی هم هست. اینجاست که من میگم که کسی که این جنبش های صفحه آغاز کرده در تلگرام 50 درصدشون آتئیستن، اینها در واقع برانداز نیستن اصلا، چون در واقع بزک کردن آتئیسم رو به عنوان یک نگاه صرفا. این نگاه در حوزه روشنگری وارد میشه. تو همین که میگی من کافرم یعنی سیاسی هستی، تو همین که میگی که یعنی من سوالم، تو همین که میگی من سوال دارم یعنی ضد جمهوری اسلامی هستی. از این جهتی که ما این روشن میکنیم در واقع جنبش براندازی جنبش
اولترا یعنی پسا اتئیستیه، چون بنیانها رو قبول نداره، تاریخ شک کرده. ناگهان سوال میکنه، من تمام میکنم 3-4 دقیقه دیگه، چون بهتر بسید سوالها هی انتقاد بکنی که من دفاع بکنم، این بهتره. چون چند تا چیز نمیشه که باید اشاره میکنم و بینه اشاره نمیکنم، دو تو بسید سوالها حل سوالی که میگه همه حرف بزنن. من بحثم در باید براندازی اینه که براندازی فقط عملی نیست. ما از سال 76 من ایران بودم، یه فیلم کارنویسندگان توده یا وارد کارنویسندگان شدن. ناگهان توده یا شروع کردن به تبلیغ محمد خاتمی. بعد ما یک گزاره قدیمی داشتیم که معمم آدم بشو نیست، این هم گزاره مال شاملو بود و ما دیدیم که کل کارنویسندگان یه فیلم طرفدار محمد خاتمی شدن و این احمقانه بود. یعنی من دیدم که چگونه بستر روسی، تفکر روسی وارد میشه و روشنفکری رو به نفع خودش مصادره میکنه. همه شدن طرفدار محمد خاتمی. محمد خاتمی میاد با شعار چی؟ با شعار مخالفت مدنی، جامعه مدنی. این جامعه مدنی، این مبارزه مدنی تا سال 96 ادامه پیدا میکنه. 96 ما پشت این گزاره فولستاپ میذاریم، ما بعدی میشیم در سال 50 شد این شعارها رو واژگون میکنیم و از لحاظ سمنتیک کارهای بزرگی انجام میدیم. ما شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام، یعنی تمام قرائت‌های اسلامی فینیش، تمام قرائت‌های دندو تنبالی، تخمی تخیلی، دست به من نزن، I'm so soft. ما اینا رو فلسفه گذاشتیم. بعد دوباره یه ایده میگن، میگن رضا پهلوی رو مطرح کنن. رضا پهلوی تا اون زمان اصلا آدم محترمی هم کاری به اون نداریم، ولی جزء جریان براندازی، براندازی جریان جوان بود، تاپلرز بودن، اینا واژگون کننده بودن، اینها اون ساختار سیاسی رو نمیخواستن، اینا نه نبودن، اینا براندازنده بودن، این دشمن جمهوری اسلامی. ما اپوزیسیون جمهوری اسلامی نیستیم، آف کورس که ما نیستیم. اپوزیسیون میخواد قدرت از دست بگیره، ما میخواد این مایه های قدرت نابود بشه، چون اینا ریشه در بلاهت، در خرافات دارن. از این جهت شما میای میبینید یه تاریخ رو میاره دوباره از شدت، یعنی تاریخ 1400 ساله بدل میشه به تاریخ 5000 ساله. از این جایی بدی آغاز میکنم با تعریف تاریخ، یه تلویزیون جمهوری اسلامی، تلویزیون من و تو، حساب شده میان روی تم جوانان ایران کار میکنن، جوانانی که واقعا بسیار تئوریک بالایی هم ندارن، اما خاص شد. شما به تاریخ احزاب سیاسی ایران نگاه بکنید، تمام احزاب سیاسی وقتی که شروع میکنن شور اینا رو میسازه. مجاهدین خلق وقتی اعدام میشه همه 18 ساله بودن، شرکای فدایی وقتی اعدام میشن همه 18 ساله بوده، همه این احزاب بچهای سیاکل مگه چند سالشونه؟ همه زیر 25 سالن. بچهای جوانن که خاص دارن که تغییر بدن. بعد یه جوری حسابگری میاد همه چیز دیگه میکنه. در 96، در دیمای 96 شما شور جوانی رو داشتید. اون شور جوانی در واقع حق محوره، خاص محوره، چون حس میکنه که در دهکده جانی مارشال مکلوهان در زیر زمین دنیا زندگی میکنه و خواست سر بیرون بیاد از زیر زمین دنیا، چون با اینترنت سر کار داشته، فهمیده بود که در دنیا سر چه کلای سر رفته. و ناگهان میاد میگه اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا، یعنی او تاپلرزه، او واژگون کننده است، او صاف نیست. تازه اومدن بعد این که ما اون همه کشته داریم، 3000 کشته ما رو کردن 30 نفر، بعد گفتن که تموم میکنم، ببخشید الان تموم میشه. بعد گفتن که این 30 نفر، 30 نفر کشته ماست، حالا ما میخواستیم درباره جنبش بنده صحبت بکنیم، درباره 17 تا مزدور میارن 14 تا، این 14 نفر از صحبت میکنن از رفراندومیزم، یعنی رفراندومیستا چه کسانی بودن؟ رفراندومیستا 14 نفر دقیقا بعد از سرکوب قیام براندازان در 17 دیما 14 نفر یه بیانیه میدن روز بعد از بیانیه روحانی که ما بریم سمت رفراندوم، یعنی مردم میخواستن بفرستن تو خونه. شما میگه اون 14 نفر همه قرائت‌های اهل قرائت‌های اسلامی هن. یعنی دوباره به ما خیانت میشه. از اون بعد محسن مخملباف ناگهان میگه که من اگه رضا پهلوی بیاد در ایران، من دوباره میشم محسن چریک. بعد اون تاج‌زاده میاد، اصلا بحث این نبوده، قیام فرودستان، قیام چیزی، قیام روشنفکری بوده، شعارها روشنفکریه، یه قیام لایک بوده. و شما میبینید که ناگهان یه قرائت دیگه از اسلام میاد. شما آقای رضا پهلوی میاد یه جایی در یه گزاره‌ای داره میگه که اگر قراره که در ایران اسلام باشه، بهتره جمهوری اسلامی باشه. ما اساسا میخواستیم خرافه اونجا نباشه، چون ما قربانی خرافه در ایران بودیم. این شما داشته باشید. بعد ناگهان میبینیم یک بخش نیمی از جریان و رفراندومیستا میرسن خونه که بعد میشن گزار و اینا، نیمی از اینها رو
سلطنت طلبه و فران که سبعث صاف میکرد در واقع اینا. من همون روزای اول گفتم گفتم آقای جناب رضا پردی تحصیل ایستاده سر سر میرحسین موسوی و محمد خاتمی هن. این جریان شکست خورده بوده، مخالفت مدنی شکست خورده بوده، دوباره در قیام براندازی رو گذاشتن. حالا خلاصه در یک جمله، ما در سال 96 فهمیدیم که با جمهوری اسلامی باید جنگید. ما ناگزیر از تلفات دادنیم. در واقع اندیشه های مدنی و مبارزات مدنی و تئوری های این گونه وقتی جواب میده که به حداقل یا به مینیمم های دموکراسی جناحی که داره حکومت میکنه باور داشته باشه. جمهوری اسلامی به خودش هم باور نداره. یعنی واقع ما یک کسانی داریم که اساسا خیلی وقت میگن نظم سلسله مراتبی داره، از هیچ نوع هیرارشی جمهوری اسلامی تبعیت نمیکنه. جمهوری اسلامی دوست من سوال داره، در واقع یک جریانه که شما یک جور میتونیم باش برخورد بکنیم، جریانی که با آتش کشیدن سینوالدکس به زور سوار اسب شده و تنها منطقی که میشناسه اون ملتهم ایرانیه، اون ابرقدرت دوم مردمه که باید تشکیل بشه تا اینا رو به زور از اسب بکشه پایین. جز این مطلقا راهی وجود نداره. این رو من دارم میگم که در سال گذشته مدام توی خیابون هام لحظه به لحظه. من یه آدم جنگجو نیستم، من افسر نیستم، یعنی اصلا ناچاری ردای نویسندگی مدل میارم، شاعری مدل میارم. گفتی یه جمله مدام در خیابونم. تموم شد. اینکه بفرمایید.